غلامحسین مظلومی پیشکسوت فوتبال ایران امروز درگذشت. غلامحسین مظلومی تنگستانی که متولد 1328 در آبادان بود، فوتبال خود را از زمین‌های خاکی احمدآباد آغاز کرد و 48 بار پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را به تن کرد و با 37 گل ملی یکی از گلزنان تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌رفت. وی سابقه بازی در تیم‌های تهران جوان، تاج آبادان، شهباز، تاج یا استقلال تهران رو در کار نمی‌داشت. وی بعد از ظهر امروز به دلیل بیماری سرطان و در 65 سالگی درگذشت. همینک با حسین علی کلانی از پیشکسوتان فوتبال ایران گفتگو میکنم که از تهران روی خط تلفن با ما هست. جناب آقای کلانی، ضمن عرض سلام به شما، شناختتون رو از ایشون در واقع و سجایای اخلاقی آقای مظلومی بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و تمام هموطنانم که در سراسر دنیا صدای شما و تصویر شما رو میشنون و میبینن و تسلیت عرض میکنم خدمت تمام هموطنانم به خاطر درگذشت قهرمان فوتبال ایران که متاسفانه در مظلومیت کامل به لقاء الله پیوست. متاسفانه ما در این یکی دو هفته هم جامعه هنری ما و هم جامعه ورزشی ما سوگوار شد و امیدوار هستم که یه همچین مسئله تداوم کمتری پیدا بکنه. در خدمت شما هستم. از شناختتون در مورد آقای مظلومی بگید. به هر حال بازیکنی بود که از خطه خوزستان، خطه فوتبال خیز خوزستان به فوتبال تهران آمد و با شما در واقع که پیشکسوت‌تر بودید در باشگاه شاهین در واقع مسابقه میداد و شناختتون رو از مرحوم غلامحسین مظلومی بفرمایید برای اون دسته از عزیزان جوانانی که شناختی از ایشون نداشتن. عزم بزرگ شما، خطه خوزستان ما به هر حال نوابق زیادی رو به جامعه ورزش ایران مخصوصا فوتبال تقدیم کرده. یکی از این نوابق هم مرحوم مظلومی بودش که همونطور که عرض کردم متاسفانه من سعادت اینو نداشتم که زیاد در کنار ایشون بازی بکنم، به علت اینکه بعد در تیم ملی ایشون خیلی دیرتر به من پیوست به خاطر اینکه هم سنشون کمتر از من بود و همین که من زودتر فوتبال کنار گذاشتم. اما در چند بازی ملی و چند بازی باشگاهی که در مقابل هم دیگه بازی کردیم، خب در مقابل هم نبودیم، علتش این بود که ایشون هم در خط فوروارد بازی می‌کردن و همونطور هم که یکی دو بار هم من در مسائل گفتم ایشون یکی از شاخصه‌های فوروارد ایران بودن، گلزن تمام عیار بودن، خصلت گلزنیشون و خصلت به هر حال استفاده از لحظات و زمانهایی که به وجود می اومد در وجود اینها به صورت ژنتیکی بود. ایشون جزء یکی دو سه نفر گلزن تاریخ فوتبال ایران هستن که شاخصه گلزنی رو داشتن. از نظر اخلاقی بسیار جوان صبوری بودن ایشون، بسیار بسیار تحمل میکردن و متاسفانه خب به علت همین صبوریشون، به علت همین تحملی که همیشه میکردن، اونطور که باید و شاید به اون حقی که باید در زمینه ورزشی نصیبشون بشه نرسیدن و متاسفانه هم در این اواخر هم که به بیماری سرطان مبتلا شده بودن، خب خیلی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدن اینا. انشاءالله که واقعا روحشون شاد باشه و انشاءالله که مسئولین مملکت فکری به حال پیشکسوتان و فکری به حال کسانی که در گذشته به هر حال خدمتگزار جامعه ورزش بودن بکنن که هیچ وقت اینها در اوقاتی از ایام عمرشون که به هر حال گذشته و به پیری نزدیک میشه یا به سنین بالا میرسن محتاج و به هر حال درمانده نباشن. مرحوم مظلومی خیلی به احترام به بزرگتر و پیشکسوت اهمیت میداد. استاد احمد هدایت رو در خاطراتش به عنوان یکی از کسانی که فوتبال رو بهش آموخت و مستر رایکوف، دکتر صالحی، آقای اسماعیل زاده، سراج و آقای پرویز کوزه‌کنانی رو نام بردن. شما از سجایای اخلاقی مظلومی بفهمید. والا همونطور که عرض کردم خدمتتون، بسیار مرد افتاده بود، بسیار حق‌شناس بود، بسیار با گذشت بود، هیچ وقت غلو در کارهای خودش نمی‌کرد. یک حالت تنهایی خاصی داشت تا اونجایی که من اطلاع دارم، حتی اونجایی که در یکی دو مورد که در تیم ملی با هم دیگه و در کمپینگ تیم ملی بودیم، خیلی به بزرگترهای خودش احترام میذاشت و اینها از شاخصه های ایشون بودش و به هر حال
هم بازی خوبی بود، هم بازی با گذشتی بود. میگم با اینکه من خیلی کم با ایشون کار کردم، البته یک مدت خیلی محدودی هم ایشون وقتی که به تیم شهباز اومدن، من اون موقع مسئولیتی رو به عنوان مدیریت در تیم شهباز داشتم، البته یکی دو بازی هم با هم کردیم، دو تا بازی عملا. اما اون به قول معروف مردانگی، اون گذشت، اون معرفت، اون چیزهایی که واقعا انتظار آدم داشته یک قهرمانی داشته باشه، واقعا در وجود ایشون بدون اینکه بخواهند شواف بکنن و بزرگ نمایی بکنن، در وجود ایشون بود. خدا رحمتشون بکنه. متشکرم حسین کلانی.